اختلاط، نه ازدواج، اختلاط یک سرباز مزدور هندی و به خدمت گرفته شده در ارتش انگلستان با زنی به نام ایندیرا بود. بیشتر ابرقدرت‌های جهان مصمم بودند تا حکومت کهن آریایی ما را به دستان خمینی گجستک بیاندازند، بدهند یا بیافتد، تا اونیز فاتحانه بر مسند قدرت بنشیند و از همان روز نخست حکومت نامشروعش دستهای خمینی، دستهای این پلید، این کثیف، این هندیزاده، این حرامزاده، این هندیزاده به خون بیشماری از هموطنان ما آلوده شد. نوریزاده میدونه من چی میگم. تو اون کشت و کشتارا هیچ کس بیشتر از این بوزینه مثل انتر بالا پایین نمیپرد و ابراز خوشحالی و شادمانی نمیکرد. در همان نخستین سال استقرار جمهوری جهل و جنون و خون اسلامی، بخش عمده‌ای از سینه چاکان انقلاب شوم 57، توطئه، کودتا، فتنه 57، میتوان اعدام ارتشیان دلاور ارتش جاوید شاهنشاهی که در نخستین کار، در دستور کار نخستین رژیم خمینی پس فترت قرار گرفت. در کنار او اعدام های بیشمار و بی حساب و کتاب مخالفین فکری و عقیدتی جمهوری اسلامی در فضای خفقان شدید با بیرحمی و گستاخی هرچه تمام در آغاز شد و تا به امروز ادامه داره. در همان نخستین سالهای این فتنه و توطئه، اونهایی که شرف داشتن، اونهایی که از کمر پدر افتاده بودن، اونهایی که از پشت کمر پدر سر سفره پدر نون خورده بودند، بسیاری از سینه چاکانش از اشتباه خودشون به سختی نادم و پشیمان شدن. عده‌ای حتی خودشون رو بردن در خودشون زندانی کردن و به کلی از جامعه خودشون رو کنار کشیدن. به خصوص با برافروخته شدن شعله های آتش و ادامه یافتن جنگ فرسایشی و تحمیلی خمینی و صدام به دو ملت ایران و عراق، جو نفرت و بیزاری و آهاد مردم نسبت به سیاست های ضد انسانی و جنایتکارانه رژیم اسلامی هر روز بیشتر و بیشتر و بیشتر شد و چهره کریه این اهریمنان، چهره کریه اون اللهی که اینها نماینده هاش روی زمین بودن و اون اسلامی که اینها نانش رو میخوردن بیشتر بیشتر به مردم ایران نمایان شد. یکی از بزرگترین مسائلی که باعث شد مردم ایران در سالهای 56 و 57 فریب به اصطلاح روشن فکرانه ارتجاع سرخ و ملیون، جبهه ملی و نهضت آزادی و دیگران رو بخورن، مارکسیست لنینیست ها، و اجازه بدن که این آخوند ابله بی سواد هندیزاده زمام امور کشور چند هزار ساله ما رو به دست بگیره، بی تردید یکی از پارامترهایی که باعث اقبال روح الله خمینی کثافت در نزد عوام گشت، ظاهر جاهل معابانه و خوی حیله‌گری وی در بیان دروغ‌های خوش آب و رنگ بود. به راستی چه عاملی میتواند یک موجود فاسد و نالایق و عقب افتاده و ابله و بیسواد رو که کوچکترین سررشته ای از سیاست نداره در بالاترین مسند قدرت نشون، این همین شیره‌ای پتیاره خامنه ای. واقعا چه شد؟ انقدر انگلستان و کشورهای دیگه رو ما کنترل داشتن، رو تفکر ما، رو اندیشه ما، رو روانشناختی ما، که بتونند یک حرامزاده پسفطرت بیشعوری چون خمینی رو به ولایت فقیه تبدیل کنند. چه نیرویی میتونه موجب بشه تا فرزند حرامی یک خانواده گاوپرست هندی از قعر نکبت برخیزه و بر جایگاهی تکیه بزنه که هیچ یک از ایل و تبارش هرگز در رویای خودشون، حتی
حتی وراثت چنین منصبی را هم در خوابهاشون هزار نسل بعد از خودشون نمیدیدن. خمینی بر اذهان خام سرمایه گذاری کرد در زمانی که برخی از اقشار متوسط از حیث مالی و بسیار پایین به لحاظ فرهنگی. مشکل ما این بود، ما داشتیم آدمهای ثروتمندی در کشورمون در اون زمان 30 سال پیش، 40 سال پیش، 50 سال پیش از اقشار متوسط و شاید بالا از نظر مالی بودن از حیث مالی، ولی بسیار پایین از لحاظ فرهنگی بودن. یکی از بزرگترین مشکلات ما در همون 35 سال پیش 40 سال پیش این بود، پولدار زیاد داشتیم از نظر مالی، از حیث مالی، ولی از نظر فرهنگی خالی بود. اینجا پایین بودن، بسیار پایین بودن. از منش و جلالت و وقار خاندان بزرگ پهلوی متحیر و متعجب شده بودن بسیاری از همون طبقه به اصطلاح مالی بالا، ولی از نظر فرهنگی پایین. و حتی ممکن بود که این فاصله ناگزیر و دست نایافتنی بودن جایگاه و مقام مردی چون پادشاه ایران کژپنداران رو دچار بهت و حسد بکنه، و کرد. حسادت، 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 عقده. هنوز این شطور بی پدر و مادر و امثال این کره خراره. ببینید یا رو سیمکشه که میگه من در جوانی کمونیست بودم و چی بودم، 5 دقیقه بلد نیست با تو حرف بزنه. حسد، عقده. البته آشنایی با یک ملای واریخته یک لاقبا دارای لهجه مسحک و بی بهره از نزاکت برای این اجتماع راه گم کرده و بیخرد جالب و مهیج می نمود. همین ذهنیت اشتباه و برخواسته از عدم درک و تحلیل صحیح سبب شد تا روزی که این کرخر خمینی به ایران بازگشت و در گورستان بهشت زهرا اون اراجیف رو به زبون آورد، بسیاری از اون مسخ شدگان چشم و گوش بسته حس کردند بالاتر قرار گرفتن موجودی با نام خمینی که نه سوادی داشت، نه فرهنگی داشت، نه همسان با اکثریت جامعه، بلکه به مراتب پایین تر از پایین ترین سطح شور اجتماعی جامعه ما بود. با حرفایی که اولین بار در بهشت زهرا زد، می دانستن خارجی ها و اون روشن فکران حسد ورز و اون بی پدر و مادرها که سبب سازن شدن، این یک موهبت الهی برای پس کرده این مردم، برای به عقب بردن این جامعه، برای نابودی ایران و ایرانی است. انگلیس ها خوب می دونن چی کار میکنن. تمام هوش و حواسشون اینه که این پس فطرت ها بماند. اینی که این کچلوار کرواتی ها، بی پدر و مادر ها، این مفخور ها، این دریوزه ها، این بی پدر و مادر ها همه در خدمت هند. در خیال خام بسیاری از روشن فکران ما برجسته شدن دیوونه رزلی به نام خمینی برابر با تشکیل یک حکومت مردمی بود. ای روشن فکران، ای اکثریتی های توده ای، های کنفدراسیونی های بزرگ که هنوز یک عده سکولر فکر کنها و رهبران 30 سال در خارج زندگی کرده و قانون اساسی سوئد و نروژ و بلژیک رو میخوان بر ما ببرن و دنبال انقلابای مخملی و نارنجی هستن، از خدا میخوان بیان با شما ها بشین حرف بزنین، اتحاد کن. او مای گاد، اونم بازیه، اونم وقت گذرونیه، اونم عوامل بازدارندگیه. این دوزاری کی میخواد از این جلوی لاغستم بره پایین بیفته؟ خودمون باید بلنشیم کارو تموم کنیم. کارنامه همه رو بزرگ و کوچیک دیدیم تو این 30 سال، قابلیت هاشون رو دیدیم، نمره های صفرشون رو دیدیم، تجدیدی هاشون رو 30 سال دیدیم، از کلاس اول هنوز به دوم نرفتن. هی علکی گپ میزنیم. این بی پدر و مادرهایی که نام روشن فکرشون بود هنوزم مقاله می نویسن و سایت می زن. 30 سال گذشت، چه شد که گذشت؟ چرا